خب خانواده ما خانواده هستن که همیشه هنر برشون حالا نمیگم اولویت بوده، ولی جز چیزایی بوده که پذیرفته شده بوده و هنرمند بودن چیز غریبی نبوده. از اون خانواده هایی نبودیم که اگر مثلا بچه ها میخواستن گرایش هنری داشته باشن باشون مخالفت بشه یا سرکوب بشن. پدر من خطاط بودن، عموی بزرگ من خاتمکار بودن و خاتمکار خیلی حرفه‌ای بودن که الان کاراشون توی موزه امام علی هست. یعنی به صورت حرفه‌ای تو خانواده ما هنر کار کردن خیلی چیز غریبی نبود و من هم از بچه که تمایل به نقاشی داشتم تشویق می شدم. خانواده بودیم که به کتاب و فرهنگ و هنر همیشه بها داده می شده. تو محیط غیر هنری و غیر فرهنگی بزرگ نشدم. گرایش بچه ها در دوره های ما و اصولا دوره های همه بچه ها اولین چیزی که بهش گرایش پیدا میکنن بچه هایی که آمادگی این کار رو دارن نقاشیه. من هم مثل بقیه بچه هایی که علاقه من بودن به نقاشی خیلی علاقه من بودم، تا اینکه بعدها هم که دیگه یه مقدار دور افتادم بعد از دوران بچگی، در جوانی در واقع گرایش به نقاشی پیدا کردم و شاگرد آقای آقداشلو بودم. یه دو سالی با ایشون کار کردم، مداد رنگی رو زیر دست آقای آقداشلو کار کردم و سیاه قلم و آب رنگ. و بعد که شروع کردم نقاشی نبود چیزی که بهش پرداختم. بعدها که شروع کردم اتفاقی که افتاد با سفالگری برای من اتفاق افتاد که سفالگری رو شروع کردم و چرخکاری رو شروع کردم و کار دست رو شروع کردم، ولی بعد دیدم فرمای قرینه برام کافی نیست و به مجسمه سازی رو آوردم و خودم شروع کردم و خودآموخته شروع کردم. البته اینطور نبود که فقط خودم کار کنم، دوره های لازم رو میدیدم، دوره های مکمل رو میدیدم و شروع کردم کار کردن. در یک دوره هم به کاخ سعدآباد رفتم و اونجا کارگاهی داشتم که دیدم کسانی هم سنگ کار میکردن، شروع کردم سنگ تراشیدم، به سنگ علاقه‌مند شدم و توی دوره سنگ تراشیدم. خب همزمان با این کارهای گلم میکردم و برونز و اینا، دیگه مجسمه پیش رفت. به نظرم نمیاد که هنر در ذات خودش خیلی وابسته به تکنیک خاصی باشه. یعنی اینکه شما اگر که میتونید که یک ایده هنری رو بست بدید، حالا چه فرقی میکنه با مجسمه بست بدید، با نور، با آب، با رنگ، هیچ فرقی نمی‌کنه. مهم متریالش نیست، مهم تکنیکش نیست، مهم اینه که یک احساسی از درون هست که باید یک تجلی بیرونی پیدا کنه. یه موقع برای من یک چالش بود سنگ کار کردن و فکر می‌کردم که با متریال به این سختی به عنوان یه زن کار کردن به خودم توانایی‌هام رو ثابت می‌کنه. اون کارو هم کردم، ولی الان واقعا فکر می‌کنم حتما که نبودم سنگ بتراشه، که میشه با هر ماده و وسیله کار کرد. ایده های شخصی من بیشتر بر اساس حالات آدم ها و احساساتشونه، به همین دلیل فیگوراتیو کار میکنم، چون مبحث انسان و حالتی که در اثر احساساتش بهش دست میده و این احساسات در بدن منعکس میشه و به عنوان اولین وسیله بیان به کار میره، برام جذابه و دغدغه های انسانی برام جذابه. مثلا در مورد نقاشی ها که در مورد پناهنده ها بود، بازم اونا رو فیگوراتیو کار کردم. چیزی که برای من در پناهنده ها جذاب بود این بود که فیلم هایی که می دیدم ازشون، یه عکسایی که می دیدم ازشون، اولین چیزی که راجع پناهنده می دیدم رنج و بدبختی و اینا به نظر میاد، ولی من پناهنده هایی رو می دیدم که با امید میرن و پناهنده هایی می دیدم که با حس انتقام میرن. یعنی انگیزه های آدم ها حتی برای پناهنده شدن هم وقتی تو اون فشار سخت قرار میگیرن که بین سنگ های آسیاب له میشن، انگیزه هاشون یکی نیست. یعنی از همون فشار یکی حس انتقام بهش دست میده، یکی حس دنیای نو بهش دست میده، یکی با ناامیدی میره، یکی با غم میره.
اولین تأثیری که کاری در موزه‌ای بر من داشت و من بسیار متأثر شدم و شاید اون تصویر من رو به مجسمه سازی راهنمایی کرد، 17 سالگی برای اولین بار با یک مجسمه در لوور روبرو شدم که خب الان امروز که میدونم که یه تکنیکه این، ولی موقع خیلی متعجب بودم که چطور میشه که یک فیگوری رو، یک پیکری رو زیر تور نمایش بدیم با سنگ، یه زیری حریر نمایش بدیم با سنگ. و من یادمه که اون روز همه میرفتن و میگشتن، من نمیتونستم از اینجا داشتم، من سود 20 دقیقه با سودان دوری میگشتم که بفهمم که چطور ممکنه، آیا اول تور رو درست کرده بعد آدم؟ خب نمیشه که، این سنگه، اول آدم رو درست کرده بعد چجوری تور رو درست کرده. میگم امروز خب میدونم به عنوان آدم که سنگ کار کرده میدونم که این یه تکنیکه، ولی همین سوال هاست که بعضی وقتا باعث میشه که بچه ها مسیر زندگیشون عوض بشه. به خاطر همین معتقدم که خیلی خیلی مهمه پدر و مادر و بچه ها رو در محیط های طبیعی که هنر توش جریان داره راه ببرن و نشونشون بدن که چطور هنرمندا کار میکنن. خیلی وقتا دیدن یک اثر هنری باعث میشه که یه بچه اصلا کلن مسیر زندگیش به اون طرف میره. گیلان خیلی مستعده، مردم خیلی مستعد، بچه های خیلی با استعدادی داره، ولی امکانات زیادی رو متاسفانه نداره و محدودن. مثلا میگم اگر که کسی بخواد مجسمه‌سازی کار کنه یا مثلا کار هنری پیش ببره، هم فضاهای کمی داره برای این کار، همین که بچه ها کم دیدن خیلی مهمه. اینکه مثلا در تهران یک جوونی یا یک هنرمندی امکان این رو داره که هر پنج شنبه بره ان تا گالری رو ببینه، آیا حالا مثلا 4 تاش خوبه 5 تاش بده، همین فضای نقد و بررسی، دیدن کارهای خوب، کارهای بد، کارهای متوسط، همه این اتفاقات باعث میشه که یه خلاصه و چکیده‌ای در بچه‌ها به وجود بیاد. خب گیلان این نیست، فضاهای گالری گردی موجود نیست، کمه، نه که نیست، کمه. پس برای من اون چیزی که برای بچه مهمه دیدن اثرهای هنری، دیدن کار، بودن در محیطهای فرهنگی هنری، ایناست که به روش کمک میکنه و بعد بتونن کارشون نمایش بدن، یه جایی باشه بتونن کارشون نمایش بدن، یه جایی باشه که بتونن دیده بشن، نقد بشن. و این فضا رو سعی کردم ایجاد کنم در گیلان. استقبالم خیلی خوبه، یعنی خب استقبال میشه، بچه ها میان همینقدر که میتونن، همینقدر که حتی ببین انقدر اینا بچه های گیلان دوستان من هستن، دوستان عزیز من هستن، حتی همینقدر که خانواده هاشون بیان کارشون هم ببینن خوشحالن. یعنی حتی یه همچی فضایی هم نبوده که بشه که کاری رو درست ارائه کرد با استانداردهای یک گالری که نور مناسبی داشته باشه، سقف مناسبی داشته باشه. اینا چیزای اولیه‌ایه برای نمایش یک اثر هنری و تلاشم این بوده که این حداقل رو ایجاد کنم و تلاشم اینه که حداقل رو باز ایجاد کنم و کارهاشون رو بیارم به یک محیط یک کوچولو بزرگتر مثل تهران و امیدم برای اینکه کارهاشون از این تهران هم ببرم به محیط‌های بزرگتر و بتونن کارهاشون رو در محیط‌های بزرگتر نشون بدن، چون فکر می‌کنم لیاقتشو دارن. در بحث آموزش، بچه ها وقتی دارن آموزش کار رو میبینن هیچ اشکالی نداره از نظر من کپی کنن، ولی چون باید کار دارن با کپی در واقع کار یاد میگیرن، ولی حتی وقتی هم که دارن مثلا میام این کاری بهشون دوست دارن این کاری کپی کنن، من میگم از یه جای به بعد دیگه این کار مال خودت بکن، یه چیزی باید تو این کار تغییر کنه. کپی صرف کردن یه کار تکنیکاله که اصلا هیچ ارزشی هم نداره و هیچ چیزی هم نیست، بجز اینکه یاد بگیری چجوری قلم بزنی، چجوری تاش قلم داشته باشی، این در کپی اتفاق میفته. ولی از یه جایی به بعد که قرار هنرمند، یعنی قرار اون کسی که داره کار میکنه به خودش اطلاق هنرمند کنه، که البته این هم خیلی کار اشتباهیه، چون حالا راجع به مبحث هنر و دیدگاه هم راجع به مبحث هم صحبت خواهم کرد. وقتی که اون موقعی که میخواد کار کنه، از نظر من اینطور باید باشه، من بچه ها میگم
فقط کار کنید. یه جایی میشه که دستتون از کشیدن و از ساختن خسته است. اونجاست که ذهن شما متوقف میشه و یک اتفاقی ممکنه اونجا بیفته. یه مقطعی بین هنرمندی که امروز در ایران داره کار و فعالیت میکنه و پیشکسوتانی که فارغ التحصیلان دانشگاه‌های هنر هستن میفته در ایران. بعد از انقلاب دانشگاه بسته میشه، دانشگاه هنر دچار محدودیت میشه، مجسمه سازی حرام اعلام میشه و ولی این فاصله ای که میفته بین هنر قبل از انقلاب و هنر بعد از انقلاب یک تفاوت بسیار اساسی رو ایجاد میکنه و اون تفاوت یک بخشش برمیگرده به هنرمندای خدا مخته، یکیش من، که این تصور که حتما باید آکادمیک کار کرد بنا به محدودیت ها شکسته میشه. یعنی خود من اگر که در مصاحبه رد نمیشدم و میرفتم مجسمه سازی رو شرکت میکردم و ادامه میدادم، شاید امروز اصلا شکل زندگیم فرق میکرد، ولی به دلیل همون محدودیت ها من رفتم خودم کار کردم. خودم که کار کردم از استادهای متفاوتی کمک گرفتم. خودم که کار کردم پای خودم بودم و محدودیت ها و خشکی کار آکادمیک هم ازم حذف شد. چون به هر حال در آکادمیک کار کردن، چون چارچوب ناچارن برای بچه ها ایجاد کنن، اون چارچوب ها خودش یک چیزایی داره دیگه، یه ساید افکت هایی داره دیگه ایجاد چارچوب کردن. همونطور که آزادانه کار کردن باعث میشه که اونم یه تبعاتی داره. این فاصله رو نمیدونم راجبش چی بگم، این فاصله که بین این هنرمند و اون هنرمند افتاده، ولی قطعا کاملا ماهیت هنر و هنرمندها رو در ایران عوض کرده این فاصله، این وقفه ای که افتاده. که البته در مورد هنرمند بودن افراد هم من میگم، چه خودم چه بقیه آدم ها، به نظر کسانی که دارن کار میکنن در این زمینه، به نظرم اینطور میاد که هنر یه چیزیه که در ذاتش قابل شناسایی نیست مگر اینکه محک زمان بهش بخوره. خیلی مهم اقتصاد هنر، چون هنرمند نمیتونه کار دیگه ای بکنه، ناچاره، یعنی باید هنرمند از کارش پول دره تا بتونه کارش رو ادامه بده. در شرایط فعلی میتونم به شما بگم تقریبا این امکان نداره. یعنی جامعه وقتی جامعه درگیر اولین نیازهای اولیش خورد و خوراک و تأمین مسکن رو زمین مونده، تابلو کدوم دیوار که شما تابلو بهش بزنید وقتی شما سقفی بالای سرت ندارید، وقتی که شما درگیر معیشتت هستید، نمیتونی فکر کنی به اینکه من میرم یه تابلو بخرم، یا مثلا حالا باز تابلو جا افتاده، همه آدما دیوارهای خالی دارن، یا با پرینت فروش میکنن یا با خیلی دیگه زحمت بکشن بتونن یه تابلو بخرن. مجسمه که اصلا دیگه جایگاهی برای خرید نداره، به غیر از یه عده مجموعه دارهایی هستن یا کسانی که بالاخره توانایی مالی رو دارن. برآیند چیزی که من میبینم از آرتیستایی که شرکت کردن، درصد زیادی از یه عده‌ای که کارهای اساتید هستن و پیشکسوتانی که حتی ممکن در قید حیات نباشن، امضاهاشون خرید و فروش میشه، حتی میتونم بگم، ولی در مورد یه تعداد زیادی از بچه ها متاسفانه آلوده به مارکتینگ شدن. یعنی اینکه اینطوری کار کنیم که فروش بره، اینطوری کار کنیم که در نمایشگاه خارجی اقبال داشته باشه، اینطوری کار کنیم. و یکی از، من همیشه با شما میگم محدودیت خیلی هم بد نیست، یکی از چیزهایی که در گیلانی ها و یا شهرستانی های دیگه که من دیدم، از شهرستان های دیگه اومدن هنرمنداشون، همه این چیز رو دارن، همه این خصوصیت رو دارن، اینه که اینا هنوز به بازار جهانی آلوده نیستن و اگر نقاشی کردن از دل بلند شده، در خلوتشون نقاشی کردن، فکر نکردن ببریم
آقای مجموعه دار خوشش بیاد، یا مثلا فلان گالری حتما بپسنده، چون اصلا خیلی سخته براشون آوردن به گالری های تهران. خب تو شهرستان هم گالری کمه، حالا من شهرستان دیگر کاری ندارم، ولی در گیلان واقعا گالری هایی که بتونن فضا ایجاد کنن برای بچه ها کمه. و پس برای من اینا اون کاری که کردن همه برآمده از جان و دلشون بوده و به خاطر همینم هم خیلی خیلی وقتا خیلی به دل میشینه. و شما خیلی به راحتی میتونید تشخیص بدید که مثلا 4 تا از این تابلوها مال یک نفر، استاتش مال یک نفر دیگه است، خط دارن، امضا دارن، بدون که امضا کنن زیر کارشونو، به خاطر که از دل نقاشی کردن. چیزی که اینجا اتفاق افتاد، به غیر از اینکه بچه های گیلان رو آوردیم و حالا اتفاقی افتاد، فروشی داشتیم، به اقتصادش هنرشون کمک کردیم اینا، برای خود من چیزی که خیلی خیلی خوشایند بود این بود که با همه دوستان گالریدار آشنا شدم و ارتباطات هنری میتونه خیلی کارساز باشه. وقتی گالریدارها با هم آشنا باشن، با هم کار کنن و با هم هماهنگ باشن، مسلماً اتفاقات خیلی خوبی هم در جامعه هنری خواهد افتاد. هنر این زندگی جایی که هرچی بیشتر بهتون فشار آوردن، مقاومتتون بالاتر میره، قوی تر میشید و باید از محدودیت ها استقبال کرد. نمیگم در شرایط ایدئالی زندگی میکنیم، در شرایط ایدئالی کار میکنیم، ولی اتفاقا همون جایی که خیلی سخته، همون جایی که شرایط خیلی سخته، هنر بارور میشه. و من فکر میکنم هنر ایران امروز داره هنرش بارور میشه.